متا 17 آیه 17 اینجا عیسی مسیح زمانی که روبروی افرادی میشه که اونجا با هم میجنگیدن با هم بحث میکردن و شاگردان با افرادی که یهودی بودن و اونجا عیسی مسیح میگه که ای نسل بی ایمان و منحرف و کج رفتار تا به کی با شما باشم و تحملتون کنم ای نسل بی ایمان و منحرف و کج رفتار. این خلقت یک شخصی است که طبیعی به دنیا میاد، این طبیعت ماست، شک داشتن و همه چیزی سوال گذاشتن و باور نکردن. و عیسی مسیح یا کلام خدا میگه در عبرانیان باب 11 آیه 6 میگه که و بدون ایمان ممکن نیست بتوانی خدا رو خوشنود ساز، زیرا که هر که به او نزدیک میشود باید ایمان داشته باشد، باید ایمان داشته باشد، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد. ایمانه، زمانی که خدا رو جستجو میکنم، زمانی که میخوام با خدا زندگی کنم، زمانی که ما دعا میکنم به حضور خداوند، باید بدونم که فقط و فقط اگه میخوام او رو خوشنود کنم فقط به وسیله ایمان. ایمان به چی؟ به وعده های او، به هدف های نقشه هایی که برای ما کشیده. برای تو، تک تک ما اینجا که هستیم، همه ما یک نقشه داریم و این نقشه خدا برای ما کشیده. زمانی که ما ایمان بیاریم به عیسی مسیح و قلبمون باز میکنیم، عیسی مسیح میاد در قلب ما ساکن و حاکم میشه، اونجا وصل میشیم و اونجا برای خدا رو پدر صدا میکنیم و این پدر برای تک تک ما یه نقشه داره، یه سرنوشت. یعنی معمولا سرنوشت ما در دست اوست. او باید ما رو هدایت کنه و زندگی کردن با عیسی مسیح، پیروی کردن بدون ایمان نمیتونیم. به این خاطر عیسی مسیح اینجا صحبت میکنه که ای نسل بی ایمان و منحرف و کج رفتار. معمولا که زمانی که ما به دنیا میاییم، به دنیا معمولا طبیعی به دنیا میاییم، برحال ما احتیاج داریم به رشد، احتیاج داریم که برحال از سختی ها، از چیزهایی که عبور میکنیم رشد کنیم. و کسانی که برحال دورانهای سختی گذروندن و تربیت شدن در زندگیشون، پدر مادرشون واقعا درست هدایت کردن، درست تربیت کردن، توی سختی ها میفتن و این باعث میشه که این شخص تربیت رو به دست میاره و همینطور این تربیت باعث میشه که رشد بکنه. و همینطور هم هست که در زمانی که ما تولد تازه رو به دست میاریم، همین روش هایی هست که خدا الان که پدر ماست باید ما رو تربیت کنه، ما رو هدایت کنه، درسایی به ما یاد بده. فقط این چیزا، همه چیز به وسیله ایمان به دست میاریم. ایمان به وعده های او، ایمان به خواندگی خودمون. الان زمانی که من نجات پیدا کردیم، خیلی ها هستن که فکر میکنن الان من به هدف رسیدم، الان نجات پیدا کردم، گناه من آمرزیده شده، الان مثل این که همه چی تمام شد. فقط ما مخصوصا توی این کلیسا اشاره میکنیم اونجا اونجا اصلا کلن زندگی ما، زندگی روحانی ما شروع میشه، تازه وارد ملکوت خدا میشه. الان در این دنیا متولد شدی، در این دنیا زمانی که ما متولد میشیم یا تولد تازه رو به دست میاریم، ما متولد میشیم به ملکوت خدا. آمین. ما ملکوتی هستیم، ما فرزندان ملکوت هستیم، ما موجود روحانی هستیم. باور میکنین؟ من موجود روحانی هستم و من به ملکوت خدا متولد شدم و در ملکوت خدا متولد شدم و الان همون درسایی که در این دنیا باید یاد بگیریم، الان در پادشاهی خدا ما باید یاد بگیریم. فقط همه چیز به وسیله ایمان و به وسیله وعده های خداست. وعده هایی که خداوند داده، همین سرود هایی که ما خوندیم، متوجه شدیم وعده های تو چی؟
بیمانند هستند، وعده های تو عالی هستند و هر کلامی که ما باید باور کنیم، هر کلامی که خدا گفته عنوان یک وعده، خودش پشتش ایستاده که انجام بده. وعده های خدا این نیست که به ما میده و ما باید بریم یک کار رو انجام بدیم که به اون هدف برسیم. خودش گفت و خودش هم پشتش هست که ما رو به این پایان برسونه. جای ما، یعنی مسئولیت ما چی؟ مسئولیت ما فقط اینه باور بکنیم، صبر کنیم، منتظر باشیم. این سورتایی که انتخاب کردم مخصوصا برای این موضوعهایی بود که گفتیم که نزدت می آیم و زمانی که منتظر تو هستم و این نسیم تو، این محبت تو من رو بر می داره و همینطور هم می بره و پرواز میکنم، مثل عقاب پرواز میکنم. عقاب نشانه ایمانه. زمانی که یک عقاب رو نگاه میکنیم اونجا دائما توی هوا بال نمیزنه، بلکه همینطور خیلی آلمان انگلیسی میگن majesty پر جلال، همینطور نگاه میکنه از بالا. و زندگی ما اینطوری باید باشه که این باد گرم، همون باد روح القدسه که ما رو بر می‌داره و ما شروع می‌کنیم منتظر خدا باشیم، ما شروع می‌کنیم یا صبر می‌کنیم تا این نسیم بیاد ما رو هدایت کنه به هدف‌هایی که خداوند داره. فقط این راه متأسفانه برای ما که بلال بی ایمان هستیم، متأسفانه اینطوریه که ما نمی‌تونیم بفهمیم و همینطور راه‌های خدا برای همه ما بی‌معنی هست، یعنی معنی نداره، یا بیشتر بگم غیر قابل درک. یک بارم من موعظه کردم گفتم خدای غیر ممکن ها، نه اینم چیز کرده بودم، این اون لوگش گات، غیر منطقی، خدای غیر منطقی، خدای ما خدای غیر منطقی هست. ما نمیتونیم بفهمیم، ما نمیتونیم راههای او رو از اول ما بدونیم. الان خدا ما رو اینطوری هدایت میکنه، زمانی که تو عهد عتیق نگاه میکنیم میبینیم که خدا خیلی چیزایی میتونست خیلی آسون انجام بده. زمانی که ابراهیم رو نگاه میکنیم، ابراهیم همسر سارا حامله نمیشد و خداوند میاد میگه در سن 90 سالگی یا قبل از این وعده میده که میگه که همسرت سارا حامله میشه. چرا خداوند اینطوری چیزای کمپلیسیرت میکنه؟ خیلی راحت هم میتونست یه طوری دیگه انجام بده. چرا اینطوری انجام میده؟ خدا وعده میده برای یه چیزی غیر ممکن، یه چیزی که انسان نمیتونه درکش کنه و انجام بده. و در سن 90 سالگی، الان تصور کنین یک زن 90 ساله حامله میشه. خدا چرا اینطوری رفتار میکنه؟ چون خداست و پشتش یک معنی هم هست. بعد از این زمانیم که اسحاق به دنیا میاد، بعد از این در سن 110 سالگی میگه که زو الان برو بچه تو روی کوه مرایا او را قربانی کن. چه معنی داره؟ ها خدا، ها منظورت چیه؟ نفهمیدم درست. الان بچه من به من دادی، الان باید برم قربانی کنم؟ نمیفهمم خداوند. و خداوند هم اونجا جواب نمیده. ببین بچه ابراهیم جان، ببین من میخوام به تو الان اصلا کلن داستان خلقت خودم رو به تو نشون بدم، الان معنیش رو بتونی بفهمی باید اونجا حداقل 1000 سال به تو تعلیم بدم که آخر متوجه بشی آها به این خاطر. همون سمبولی هست که خداوند که بعد از 2000 سال خودش فرزند خودش رو قربانی خواهد کرد. و این نه فقط یک سمبولی هست، پشتش یک حکمت خیلی بزرگی هست. من باور میکنم شخصا اگه خدا این کار رو به وسیله ابراهیم نمی کرد، هیچ موقع خدا فرزند خودش رو قربانی نمی کرد. میدونی چرا؟ چون خدا یک نمونه احتیاج داره در این دنیا که این کار رو با این وعده خدا یا این
دستوری که خداوند داد باشه که راحت بشین. هر کاری که خداوند میخواد انجام بده باید قبل از این فرزند خود یا اون که خدا انتخاب کرده او باید این کار انجام بده که خودش به خودش حق بده پسر خودش رو بده. دوباره میگم نفهمیدین. قبل از اینکه خدا بخواد یک کاری انجام بده باید یک انسان رو ورداره که همون کاری که خودش میخواد انجام بده انجام بده، که آخر بگه که این فرزندم این کارو کرد، به این خاطر صبر کن، تو احتیاج نیست، من این کارو میکنم. متوجه هستین؟ به این خاطر این یه حکمت بزرگیه که ما نمیفهمیم. ما فقط میگیم که یه داستان رو نگاه میکنیم، مثل این که الان ابراهیم آمد و خدا گفته به خاطر وعده‌هایش که داده و یه معجزه شده، سارا حامله شد و بعد از اینم قربانی کرد. نه، پشتش یه چیزی هست که میگه که چون یک شخص یک انسان گناهکار گوش کرد، اطاعت کرد و من او رو تربیتش دادم، همه کار رو انجام دادم که آخر زیباترین، بهترین، پرشکوهترین فرزندی که داشت یا که عاشقانه دوستش داشت بره اطاعت کنه، میگه که من اطاعت میکنم از تو، فرزندم میکشم. این به خدا حق داده، به خودش حق داده، میگه که چون یک انسان این کار رو کرد الان من فرزند خودم رو میارم. این فقط داستانی نیست که ما متوجه بشیم میگیم آها الان ایمان ابراهیم رو میگیم، از ابراهیم یاد بگیریم این ایمان رو، بلکه پشتش یک چیز فوق‌العاده عظیمی هست. و اون موقع هم خدا به ابراهیم هم نمیدونست بگه ابراهیم این کار رو الان من به تو میگم که اینطوری کار رو انجام میدی که ببین یک روزی منم میخوام این کار رو انجام بدم. اونه اصلا نمیفهمید. میگن کورکورانه باور کرد، درد کشید، فقط اعتماد داشت این چیزی که خداوند گفته خودش هم میتونه انجام بده. او باور کرد، گفته که من باور میکنم اون پسری که الان بکشم خدا قادر است این پسر رو دوباره برگردونه به من بده. روی این ایمان بود که خداوند گفته که احتیاج نیست. بعد از این 2000 سال پیش گفته الان من این کار رو انجام میدم، چون یک انسان این کار رو کرده، اطاعت کرده تا آخرین لحظه. کی میتونه بفهمه؟ هیچ کسی. پشت کارهای خدا عزیز ما نمیفهمیم. خدای ما خدای غیر منطقی هست. ما نمیتونیم با عقل خودمون بفهمیم. ما باید باور کنیم. منم جاهایی قرار میگیرم نمیدونم، آخر غر زدن شکایت کردنم فایده نداره چون جواب نمیده. فقط میگه که صبر کن. و کار خدا اینه که ما رو طوری هدایت کنه، طوری توی سختی ها بعضی وقت بندازه، طوری توی دوران های بگذارونه که ایمان ما قوی بشه، ایمان که ربطی داره به شخصیت، به شناخت او قوی بشه. هدف خدا اینه که با تمام دوران هایی میکنیم به خدا آشنا بشیم. و این به هر حال به وسیله ایمان، راهی دیگه وجود نداره. و روش های خدا فرق میکنه. امروز میتونه خدا با من طوری دیگه رفتار کنه، با نسلین طوری دیگه رفتار کنه. هدف میتونه یک باشه، فقط روشش فرق میکنه. زمانی که موسی جلوی این دریای سرخ ایستاده بود، گفته که چه کاری کنیم الان این دشمنا میان، الان ما رو میکشن، چه کاری کنیم؟ خداوند میگه عصای تو کجاست؟ عصا رو برداشته، گفته عصا رو بذار روی دریا. ها؟ فوریا؟ عصا تو گم کردی. عصا رو بذار، عصا رو گذاشت، دریا جدا شد. معجزه. خدا میگه که عصا رو بردار بزن به دریا. آخر منطقی نیست.
حداقل میگفت که زانو بزن، شروع کن به دعا کردن و نمیدونم روزه بگیر و یک جلسه بگذاریم با این اسرائیل، داد بکشین، فریاد بکشین. نه، بزن باز میشه. غیر منطقیه. امیدوار هستم این موعظه باعث بشه آخر آزاد بشی از فکراتون، از این که بخوای خدا رو با خدا آشنا بشی. نه، با منطق خدا بخوای بفهمی. نمیتونی بفهمی. و جالبش اینه که الان توی چیز بودن، توی بیابون بودن، بعد از این موسا مرد، بعد از این خدا یوشع رو برداشت، گفته یوشع الان تو از این رودخونه اردن باید عبور کنی. خدا عصا ندارم. با موسا عصا داشت، من عصا ندارم، چه کاری کنم؟ خدا میگه که ببین، بگذار پاهای کاهنان این دفعه بیان به این دریا چیز کنن. آخر نه، سیستم اونطوری از خداوند اشتباه میکنی، عصا احتیاج داره، چون موسی عصا احتیاج داشت. نه، پاهای کاهنان الان باید بزنن. خدا دیگه کافیه دیگه. بعد از این میرن توی کشور کنان. خدا میگه که برو الان این عریخا رو باید چیز کنی، از عریخا رو به دستای تو میدم. آها، عریخا رو، پس سربازا هستن، همه چی هستن، اسلحه های هستن، همه چی هستن. زو الان خدا من به ما بگو چطور باید چیز کنیم. گفته برین دورش بچرخین. شاید درست نفهمیدم. هفت روز برین اینجا دورش بچرخین، بعد از این بشین فقط سکوت کنین. بعد از این هفتمین روز باید هفت بار بری. خدا، غیر منطقیه. نه، الان میخوام یک قلعه‌ای که قلعه گنده‌تری، قلعه‌ای هست که میخواد خدا به من بده، و خدا من میگه فقط برو دورش بچرخ. غیر منطقیه. و زمانی که اطاعت میکنن اتفاقاتی میفته. این دیوارا از تو خراب میشن، نه از بیرون. یعنی دیوارهای که اینطوری بودن، مثل که فرشته های خدا اونجا بودن، این دیوارها خراب کردن که بعد از این آمدن اونجا و تمام عریخا را برداشتن. و همینطور داستان های زیادی هستن که جیدیون هم که نگاه میکنیم که جلوی 200 هزار نفر افراد باید اونجا، سربازا اونجا باید بجنگه با قوم، یه قومی بود مدیان، باید می جنگید. و خدا گفته که ببین، افرادی که الان می ترسن برن کنار، افرادی که مثلا الان درست حواسشون جمع نشن، بردن آخر 300 نفر. آخه خداوند، 300 نفر، 20 هزار نفر غیر ممکنه. خدا میگه که برو، اونا رو به دستای تو دادم، وعده من اینه، برو همه چی رو از بین ببر و این کشور رو به شما بخشیدم، این دشمنای شما رو به دست بخشیدم. این چیزایی هست که واقعا عملا اتفاق افتاد. فقط در زندگی روزمره ما خدا اینطوری رفتار میکنه. داستان پشت داستان. و همینطور هم مریم رو که نگاه میکنیم، مادر عیسی مسیح، خدا میگه که برحال یک باکره حاملی میشه. ها، خدا من چی؟ باکره حامل میشه؟ غیر ممکنه، یک کسی نمیتونه حامل بشه. و خداوند گفته که برحال مریم اینطوری چیز کرد، گفته که برحال اول فکر کرد، گفته که چطور، گفته ببین روح القدس خواهد آمد و تو حامل خواهی شد. و برحال چیزای مختلف میبینیم توی عهد عتیق، تو عهد جدید هم میبینیم که چطور خداوند همینطور الازر رو که نگاه میکنیم 4 روز مرده بود و عیسی مسیح صبر کرد، بلافاصله نیامد، بلکه صبر کرد. بعد از این 4 روز که امید دیگه به صفر رسیده بود، اون موقع میاد اونجا او رو زنده میکنه. و این اتفاقاتی هست که علی عزیزم در زندگی ما روزمره میفته. و خدا داستان خودتون، داستانی یا داستان ما رو می نویسه و نوشته و همه چی رو آماده کرده برای ما. فقط خدا از ما می خواد که باور کنیم، اعتماد به او کنیم، به عقلمون تکیه نکنیم و همینطورم فکر نکنیم که خدا همه چی رو به ما خواهد داد. خدای ما خدای غیر منطقی هست. و
اینطوری هم با ما رفتار میکنه. فقط زمانی که ما الان متولد شدیم در پادشاهی خدا، برای خدا اینجاست که ما رو باید تربیت بده، یاد بده. در این قسمت ما باید یواش یواش بیشتر رشد کنیم، همینطور که در این دنیا ما خیلی چیزایی هست که باید یاد بگیریم. در این دنیا باید یاد بگیریم چطور میتونیم بایستیم، چطور میتونیم در پیروزی خدا شرکت کنیم، چطور باید تمام چیزا، افکار جسمانی ما، فکرای ما، رفتارای ما، همه چیز باید بگذاریم که خدا از ما ورداره یا ما را آزاد کنه که ما بتونیم درست برای خداوند بایستیم و درست رشد کنیم. در زمانی که نگاه میکنیم در اعداد باب 14 آیه 1 تا 3، اینو میخوایم الان نسیم میتونی بخونی. و تمامی جماعت آواز خود را بلند کرده فریاد نمودند و قوم در آن شب میگریستند و جمیع بنی اسرائیل بر موسی و هارون همهمه کردند و تمامی جماعت به ایشان گفتند کاش که در زمین مصر میمردیم یا در این صحرا وفات میافتیم. و چرا خداوند ما را به این زمین میآورد تا به دم شمشیر بیفتیم؟ آیا برگشتن به مصر برای ما بهتر نیست؟ و به یکدیگر گفتند سرداری برای خود مقرر کرده به مصر برگردیم. لیکن تمامی جماعت گفتند که باید موسی و هارون را سنگسار کنند. یا همون موسی و هارون بود که از مصر بیرون آمدن آوردن. زندگی روحانی ماست که خداست که به وسیله عیسی مسیح که خداوند ما را از ملکوت شیطان بیرون آمده، الان ما در این حالی این هستیم که باید یواش یواش رشد کنیم. الان خدا شروع میکنه به ما دیسیپلین یاد بده و دیسیپلین یاد میده به وسیله چی؟ به وسیله روح خدا. روح خدا به وسیله که برای به وسیله الان شبانایی هستن، خادمینی هستن، کلیسا برای یه جامعه الهی است که ما اینجا یاد میگیریم که رشد کنیم و به هدف خدا برسیم. به این خاطر گفتم که ما متولد میشیم به پادشاهی خدا که رشد کنیم که یک روز به شباهت خدا تبدیل بشیم. و به اینجا در این قسمتی است که میبینیم که خیلی ها از ایماندارا تقریبا مثل این که در این حال افتادن و میگن که برحال چرا ما را از مصر بیرون آوردی؟ ما اونجا زندگی خوبی داشتیم، همه چی اوکی بود، کباب، جشن داشتیم. تقریبا مثل این که افرادی هستن ایمان آوردن به عیسی مسیح، الان زمانی که میایم توی کلیسا و میگیم الان شاگرد سازی، الان به هر حال باید دیسیپلین یاد بگیری، باید رشد کنی، اخ بابام دیگه حوصله نیست، و دوباره بر میگردیم به زندگی گذشتهمون، دوباره بر میگردیم با پاهای خودمون دوباره به مصر و میگیم که کاشکی، آخ اون زمانها، زمانی که الان کلیسا، زمانی که یا کلیسا نبود، یک شنبه ها به هر حال لذت میبردیم، میخوابیدیم تا ساعت 11-12، آخ صبح دوباره، الان خدا رو شکر کلیسا هم بعد از ظهر شروع میشه، کلیسای دیگه هست که ساعت 9 یا ساعت 10 اونجا هست، میگه که الان میتونم آشلافون کنم، میتونم واقعا استراحت کنم، هوا هم خوب میشه، بریم پیکنیک، چرا کلیسا، چرا بیبام، خسته شدیم. و نمیخوام اینجا داوری کنم، فقط این فکرای میاد، این فکرایی هست که یه کسی که هنوز متوجه نشده برای چه چیزی خوانده شده، نمیدونه چه پاداشی منتظرش، اینطوری فکر میکنه دوباره بریم در زندگی گذشتهمون، اونجا خیلی زندگی راحتی داشتیم، تو کلیسای آلفا اومگا زوویزو اینجا هی میایم، اینجا هی شاگرد سازی، هی شخصیت سازی، دیگه کافیه، دیگه خسته شدیم، میخوایم بریم دوباره برگردیم زندگی خودمون رو انجام بدیم. کم و پیش میام اینجا کلیسا، سلام علیک میگم، دوباره میرم توی دنیا. و زمانی هم که شبانم میاد و برحال یا نصیحت میکنه یا توبیخ میکنه، میگه که زو سنگسارش کنیم. زنده هستیم هنوز.
این سنگ ها ما رو ساختن. این سنگ ها میتونم بگم یا این نه فقط ما رو بلکه خادمینی که درست ایستادن اتوماتیک تو این فشارا میافتن. چیه دوبارهش کلیسا دیگه؟ چقدر باید بری کلیسا؟ این کلیسا چیه؟ چون تعادل داشته باش. با یک پا برو کلیسا، با یک پا هم لذت ببر. ما مخالف لذت نیستیم، لذت بردن نیستیم. ما الان 3 روز بود که در حضور خداوند رفته بودیم خادمین که بتونیم ملاقات با خدا داشته باشیم. واقعا لذت‌هایی بود، لذت‌هایی نه اینطوری ما شروع کردیم به رقصیدن و نمیدونم مشروب خوردن، نه، لذت‌هایی در حضور خداست. یه کسی که اینو چشیده، لذت‌های روح القدس رو چشیده، هیچ موقع نمیتونه بره بیرون با لذت‌ها. نمیتونیم، نمیشه، غیر ممکنه. اون روحی که در توست رنج میکشه، درد میکشی، تو نمیتونی. من نمیتونم همینطور خدا رو بپرستم و همینطور ممان یا دنیا رو. یه چیزی ناقصه. این افرادی هستن، نمیخوام داوری کنم، هنوز خواندگی خودشون نمیدونن. خدا برای چه خواندگی سماوی تو رو خوانده؟ چه تاجی منتظر توست؟ چه جلالی منتظر توست؟ به این خاطر ما سازش میکنیم به دنیا. و بعضی وقت هم هست که میریم اونجا توی رویاها، آخ اون موقع چقدر زیبا بود، چقدر خوب بود، بعد از این تمام دوست دخترهای تو، دوستای تو، تمام کارهای انجام میدادی و لذت میبری از این چیزایی که گذروندی و آرزو داری که آخ من باید کلیسا برم. اون آرزو من اونه، فقط من باید الان مسیحی شدم، من اینجا باید باشم. و یه جایی قرار گرفتن، مثل پاره میشن، نمیدونن درست جای خودش کجاست، پیداش نکردن. این افراد به شما میگن ملاقات به خدا دارین، یک ملاقاتی، یک بوسهای از آسمون به دست بیارین، عاشق مسیح میشین. دیگه اتوماتیک 1000 نفرن تو رو بکشن بریم لذت، میگه من نمیخوام. نه پاستورت به تو گفته، نه من نمیخوام، چون رنج میکشم اونجا. حداقل من میام اونجا، حداقل گمشدگان رو بجویم، پیام رو برسونم. بعضی وقت اینطوری شد، زمانی که من ایمان آورده بودم به عیسی مسیح، اصلا دیگه قطع رابطه کردم. بعد از یه مدتی که یکم درست ایستاده بودم، منو دعوت کرده، اصلا دوست نداشتم برم تو این پارتی هایی که مشروب میخوردن و چیز میگه. فقط گفتم که اوکی خدا، من دوست ندارم. منو دعوت کردن، دوستای قدیمی ما بود، گفتم که من میرم اونجا، حداقل یک نفر رو نشون بده، پیام رو برسونم. فقط زمانی که تو این جشنم بودم راحت احساس نمی کردم، واقعا هم اینطور نگاه می کردم کیست که میتونم صحبت کنم. و خدا میداد، خدا میداد. و یک کسی که می آمد، خب آلبرت چطوره، کجا شنیدم تو این کار یا اینطوری هستی؟ بعد زنیم که خب اتوماتیک دیگه احساس میکنم خدا ایشان رو آماده کرده. زود قلبش رو باز میکنه، میگه این درد رو دادن، میتونی برای من دعا کنی؟ یادم از یک بار همینطور کنار کشید، رفتی تو اتاق دیگه و الان تو اینجا پارتی ها، خودش هم قبل از این اونجا برحال میرخصید، همه کار رو انجام مید، الان اینجا میگه که میتونی برای من دعا کنی؟ و زندگی من همه چی خراب شده، چی شده، این شده، اون شده، شروع کرد به تعریف کردن. شادی آمد. گفتم که در این فضایی که اینجا قرار گرفتم، یه کسی هست که میتونم اونجا تسلی بگم و همینطور چیز کنم، دعا کنم برایش. این لذت بود، این پارتی برای من لذت بود، چون این حضور خدا من میتونستم اونجا خدمت کنم. زمانی که میدونی جایگاه خودت، میدونی دیگه اونجا خدا هم به تو این فرصت ها رو میده و که بتونیم یک وسیله برای خداوند باشیم. در مورد ابراهیم که صحبت کردم، در رومیان باب 4:20-21 اینجا یک اشاره میکنه که برگردیم به ابراهیم. اینجا میگه اما، نسیم میتونی اینو بخونیم؟ اما او به وعده خدا از بی ایمانی شک نکرد، بلکه در ایمان استوار شده خدا را تجلیل نمود، زیرا اطمینان کامل داشت که خدا قادر است مطابق آنچه وعده فرموده است عمل کند. آمین. با ایمانش چه کاری کرد خدا رو؟
با ایمانش چه کار کرد؟ احترام گذاشت. درسته؟ میگه که من نگاه نمی کنم به عقل خودم، من به وعده خودم نگاه، به وعده خدا که خدا قادر است این چیزی که انجام میده خودش، این چیزی که گفته انجام بده. ایمان دارم. با این خدا رو احترام میذاریم. زمانی که تو باور میکنی، هر چقدر نمیفهمی، هر چقدر از دید تو همه چی غیر منطقیه، فقط باور میکنی به وعده خدا برای زندگی خودت، خدا رو احترام میذاری. نه خدمتت، نه کارایی که برای او میکنی، بلکه با ایمان. و به این خاطر بی خودی ابراهیم پدر ایمان نیست، چون خدا داستان اسرائیل رو بعد از اینکه آخرش هم می‌بینیم عیسی مسیح، ابراهیم بود. به این خاطر خدا زمانی که وعده میده، تو این وعده هایی که میده که این داستان رو در زندگی تو مینویسه، برحال باید تربیت بشیم، باید توی مشکلات بیافتیم، باید بعضی وقت از اتفاقاتی توی زندگی ما میفته. همه چیز از چشمای خدا دور نیست. خدا از همه ثانیه های زندگیتون، از همه فکرهایی که هنوز تو از خودت هم اطلاع نداری آگاهه، طبق این رفتار میکنه. تو هنوز نمیدونی در قلب تو چه اتفاقی میفته، تو نمیدونی در نفس تو چقدر گناهه، تو نمیدونی تمام این ویروس های باکتری های گناه در تو قرار گرفته. خدا میدونه، طبق این ما رو هدایت میکنه، فقط نمیتونه به تو بگه چون باور نمیکنی اول، و همینطور هم زمانی هم که به تو بگه هیچ موقع قدم ور نخواهی داشت. ابراهیم نمیدونست از اول زمانی که دعا کرد به من پسر بده، نمیدونست که آخر خدا خواهد گفت که پسرتو قربانی کن. اگه قبل از این میگفت هیچ موقع نمیگفت، دعا نمیکرد، میگه چه فایده داره دعا میکنم، من میده دوباره قربانی کنم، نه نمیخوام دیگه، رنج بکشم، درد بکشم، صبر کنم، آخرش هم همه چی رو از دست بدم. ما اینطوری هستیم، کج رفتار، بی ایمان، شک داریم. و خداست مخصوصا این دردها رو، این زمانای سخت رو استفاده میکنه که ایمانمون قوی بشه، آخر ما رو خدا سپریز کنه که ایمانمون نسبت به او و شناختمون نسبت به او زیادتر بشه یا ما رشد کنیم. آمین. به این خاطر عزیزان، کسانی که در این راه هستن، تعجب نکنین که توی مشکلات بیفتین، تو فشارها بیفتین. میبینم بعضی هستن که یهو میام میگه که جاب سنتر پول منو قطع کرده. قطع کرده. شکایت، هر کاری میخوای بکنی فایده نداره. خدا میگه که زو الان اعتماد به من کن. مهیا کننده زندگی کیست؟ سوسیالامته؟ جاب سنتره؟ شبانته؟ کلیسا هست؟ نه، سب کن، من مهیا کننده زندگی تو هستم. الان در این قسمت خونه، زن، بچه، کار و هزار تا چیزایی هست که خدا استفاده میکنه. مریضی، خدا به ما مریضی نمیده، خدا ما رو مریض نمیکنه، فقط خدا از مریضی استفاده میکنه با ما صحبت بکنه. زمانی که خدا نگاه، خدا میبینه که یک مثال میگم، یه واقعیت هم هست، با یک کسی آشنا شده بودم، سرطان داشت، خودش نمیدونست. بعد از یه اتفاقی افتاد، پاش شکست. بعد از این رفته خیلی ناراحت شد، پاش بود فکر میکنم، برای یه چیزی شکسته بود، برای رفته بیمارستان، خیلی ناراحت بود، چرا این اتفاق افتاد، این غور و شکایت و اینطوری چیز. آخر زمانی که آزمایش کردن گفتن که بی پات بگذار کنار، تو سرطان داری. شوکه شده بود، گفته که اگه پات نشکسته بود این سرطان رشد میکرد در تو. آخر چی کرد؟ شکر برای شکست پام، شکر بر شکست پام این اتفاق افتاد، چون الان من متوجه شدم سرطان دارم. به این خاطر زود میتونست حل بکنه. و خدا اینطوری با ما رفتار میکنه. به این خاطر در اول پتروس باب 4 آیه 12 تا 13 میگه که تعجب نکنید. ای حبیبان،
تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد، بلکه به قدری که شریک زحمات مسیح هستید خوشنود شوید تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. آمین. پس میگه که تعجب نکنید، این چیز نرمال زندگی ما مسیحیات، همینطور در این دنیا باید درد و رنج بکشیم که یاد بگیریم، همینطور هم در پادشاهی خداست. تعجب نکنید، باید باش رفتار کنه. خدا رو شکر معلم ما روح القدسه. افراد دنیایی نیستن که اشتباه کنن. پدر میتونه اشتباه تربیت بکنه، مادر میتونه اشتباه تربیت بکنه، و نمیدونم توی مدرسه معلم میتونه اشتباه با تو رفتار کنه، جامعه میتونه، به هر حال یا افرادی که اینجا هستن میتونه. فقط اینجا روح القدسه، روح خدا معلم ماست که هدایت میکنه، کمک میکنه، بنا میکنه، تسلی میده، نصیحت میکنه، همه کارا رو میکنه. اون معلم ماست که در ماست و بار ماست و ما رو هدایت میکنه. طبق این رفتار، طبق این چیزایی که در من هست، خواندگی من هست، خدا هدایت میکنه. شما باید، ما باید باور کنیم به این خواندگی. باید باور کنیم پشت من، کنار من، روی من، همه چی روح القدس من رو احاطه کرده، هدایت میکنه سمت نقشه خدا. و همینطور هم اینم باعث میشه در یعقوب باب 1:12 اینجا هم در موردش هم صحبت میکنه، بگه خوش به حال آن که در آزمایش های میتونی بخونی؟ خوش به حال آن که در آزمایش ها استقامت نشان میدهد، زیرا چون از بوته آزمایش سربلند بیرون آید تاج حیاتی را خواهد یافت که خدا به دوستداران خیش وعده فرموده است. آمین. ما معمولا این قسمت ها رو که میخونیم میگیم خوش به حال آن که در آزمایش ها استقامت نشان میدهد، یعنی میتونی بایستی. فقط ما اصلا دوست نداریم توی این آزمایش ها قرار میگیریم. فقط این باید باشه، باید خودمون آماده کنیم که آزمایش ها خواهن آمد. دوست داشته باشی، دوست نداشته باشی، سیگال. بهتر زود بپذیر. بپذیر، میگی خداوند این باید بیاد، الان من حاضر هستم، من میخوام تربیت بشم، من میخوام رشد کنم در تو، من میخوام بیشتر به شناخت تو برسم، دیگه نمی جنگم. این چراها رو بگذار کنار، بلکه باور کن او تو رو هدایت میکنه. به این خاطر سعی نکن خدا رو بفهمی، سعی نکن. تو میتونی دعا کنی، دعا کردن چیزی بدی نیست، دعا کردن حتی خیلی چیز خوبیه. دعا بکن، فقط توی دعا بیشتر 80% پرستش کن، شکرگزاری کن، اعلام کن خداوند مرسی که تو با من هستی، مرسی که منو در این مشکل هدایت میکنی. شکی ندارم، مثل ابراهیم میدونم این چیزایی که به من گفتی، تو قادر هستی که این تمام چیزا رو به پایان برسونی. جلال به تو میدم. من نمیفهمم چه اتفاقی خواهد افتاد، چرا اینجا هستم، فقط تو میدونی. نمیدونم مشکلی در منه یا میخوای ایمان منو چیز کنی یا آشغالایی که در من هست که باید آشکار بشه، نمیدونم. فقط شکرت میکنم. این میشه ایمان. با این ایمان خدا رو خوشنود میکنیم عزیزان. ما باید یا تو باید اعتماد به خدای غیر منطقی داشته باشی. اینو میتونی بکنی؟ تو باید اعتماد به خدای غیر تو باید اعتماد به خدای ورای منطق داشته باشی که در موقعیت‌ها یا شرایط غیر منطقی حضور دارد، هدایت می‌کند، تو را به رشد روحانی می‌رساند تا او را بشناسی. خودتون دوباره بخونید. درست نوشته چرا بود؟ درست نوشتی؟ فقط دوباره خودتون بخونین. بگو که من باید اعتماد به خدای غیر منطقی داشته باشم که در موقعیت ها شرایط مبهم حضور دارد و مرا هدایت می کند و مرا به رشد روحانی می رساند تا تو را بشناسم. تمام داستانایی که خوندیم، ابراهیم، یوسف، موسی، یوشع،
گیدیون، پولوس، همه به هر حال به اونجا رسیدن که باید به اون خدای غیر ممکنان، خدای نامنطقی باور کنم که خودش میدونه چه کاری میکنه. به این خاطر در رومیان با 8 آیه 18 تا 18 و 28 هم میگه: زیرا یقین میدانیم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. مثل الان تقریبا اینطوری میگم، مثل این که اگه میتونیم مقایسه کنیم، یعنی زمانی که هیچ هست، مثل این که یک سوزنی که توی انگشت من رفته، من درد میکشم، گریه میکنم برای یه چیزی که، مثال میگم، واقعا از دید انسان نرمال میتونیم بگیم که هیچ چیزی نیست. حالا یه بچه‌ای که نگاه میکنه میگه یه اتفاقی افتاده، شروع میکنه بابا هیچ چیز میکنیم دیگه، بگیم که اتفاقی نیست، الان خوب میشه، چیزی نیست. از برای بچه درده، فقط هنوز زمانی که نگاه بکنه این بچه یک روز، مثال میگم، یک پادشاه میشه، یا یک مرد خیلی مهمی میشه، نگاه میکنه میگه که ببین این سوزنی که دهن دست رفته اصلا غیر قابل مقایسه است به این چیزی که به دست خواهی آورد. تقریبا باید اینطوری نگاه کنیم، یعنی این دردهایی، مشکلهایی که ما وارد میشیم، میگه که هیچی است. و میدانیم که به جهت آنانی که خدا رو دوست میدارن و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشد. این چیزا رو ما هفته به هفته اعلام میکنیم، هفته هفته میخونیم و ما هم میگیم آمین. فقط خدا میگه که ازو آمین تو از دوشنبه شروع میکنم، و بعد از این دوشنبه میگه که نه. چرا؟ و خدا میگه که یک شنبه به من گفتی آمین. حتی اگر یک هفته پازه به من بده، خدا میگه باشه، یک هفته، بعد از یک هفته شروع میکنه. خدای غیر منطقی کار میکنه و خدا میگه که باور کن دوستت دارم، باور کن عاشقتم، باور کن من میخوام تو رو به جلال خودم برسونم، من میخوام شریک جلال خودم بکنم، من میخوام تاج رو آماده کردم، این تاج نه فانی بلکه تاج غیر فانی رو ابدی آماده کردم برای تو. این دردی میکشی هیچ چیزی است، باور کن. و ما باید در این حال، در این مشکلی افتادیم، اینو باید اعلام کنیم. الان اعلام کردن خیلی خیلی چیزه ساده است. ما باید یاد بگیریم عزیزان به خودتون رحم کنی. زمانی که تو این آتشا قرار گرفتین، آتش منظور من الان نه اینطوری، واقعا آتشه، آتشای دیگه هم هست، برحال نمیخوام الان بترسونم، بعد مشکلایی که قرار میگیری یا اتفاقاتی توی زندگیت میفته، بدون خداست اجازه داده این اتفاق بیفته. خدا پشت این چیزایی هست، باور کن. هر چیزی میفته، زمانی که تو گفتی عیسی مسیح میخوام تو رو پیروی کنم، خدا تو رو جدی گرفته و تو رو هدایت میکنه. به این خاطر میگه که میدانیم که به جهت آنانی که، یعنی اینو میتونی زمانی که تو مشکل قرار گرفتی اینو باید اعلام کنی: عیسی جان مرسی، شکرت میکنم، میدونم که به جهت آنانی که، و من هم همینطور، که تو رو من دوستت دارم و به حسب اراده تو خوانده شدم، میدونم که همه چیز برای من عالی خواهد شد. در اون موقع، در این آتشی که از شروع میکنی اعلام کردن، و اونجاست که صلح، سلامتی، و اونجاست که خداوند فیضش رو میدهشه قوی بتونی بایسته و این زمان تنگ رو بتونی عبور کنی. الان گفتن خیلی آسونه. در عشای نبی باب 55 میگه: زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار تو نیست عزیزم، طریقهای تو طریقهای من نیست. دیگه خودت خسته نکن، نمیتونی منو بفهمی، من خدا هستم، من خالق هستم، تمام کهکشان و تمام زیبایی من خلق کردم، چطور میخوای منو بفهمی؟ راه منو نمیتونی بفهمی؟ بابا خسته نکن خودت رو،
تسلیم باش، خودت رو بسپار. از عشق من که به تو دادم، از صلیبی که اونجا برای تو پرداخت کردم، بها رو پرداخت کردم، لذت ببر، شکرم کن که تو رو آوردم به پادشاهی من، تولد دادم، الان در پادشاهی من هستی. زیرا چنان که آسمون از زمین بلند تر است، همچنان طریقهای من از طریقهای تو و افکار من از افکار تو بلندتر می باشد. یعنی اینو مقایسه می کنه، میگه اونقدر نگاه کن به آسمون، میتونی آسمون رو اندازش رو بگیری ببینی؟ نه. میگه که فیض من اینطوریه، فیض من اینطوریه، برو برو بالا، موشک وردار برو بالا، هیچ جایی نمیرسی. بعد از شاید 2 میلیون سال بری توی کهکشانی دیگه. رحمت من، راهای من اینطوریه. الان بیا بیا غور بزن، شکایت کن، نمیتونی بفهمی، باور کن. اگه میخوای منو خوشنود کنی، خدا میگه باور کن، خسته نکن، بالهای تو رو، بالهای ایمان تو رو دراز کن، منتظر باش، باد خواهد آمد. شاید 1 هفته 2 هفته 1 سال طول کشه، خواهد آمد و اون موقع هست که خدا تو رو میبره بالا و فیض میبخشه. و تمام این آزمایشی، هر چیزایی که به وجود بیاد عزیزان، همه چی برای خوبی ماست، همه چی برای اینه که ما رو خالص‌تر کنه از تمام آشغالهایی که در زندگی ماست، از طریق فکرای بد، از بدبینی، از هزار تا چیزایی که در ما رو سنگین میکنه و ما رو نجس میکنه، اینطوری میتونم بگم که خودمون از خودمون بدمون میاد. درسته؟ نه؟ اینطوری نیست. بعضی وقت به خودم نگاه میکنم واقعا میگم میخوام از خودم فرار کنم، نمیتونم فرار کنم. اینقدر زیبا بود، یک چاقوی روحانی بود که اون رو میتونستم بکشم، اینم نمیتونستم. تنها راه همون صبر کردن، نگاه کردن به صلیب. صلیب است که منو میکشه. این انسانیت کهنه، این تمام افکار بد و فکرای بد و دیدگاه بد رو میکشه، غیبت و نمیدونم هزار تا چیز دلسوزی میکشه و ما رو از بین میبره و شادی منو میدزده. به این خاطر این تمام چیزا فقط برای اینه که خدا تو رو هدایت کنه، که خودت رو از خودت آزاد کنه. مزمور 23 آخرین آیه رو بخونیم. و به خاطر نام خود، بگیم به خاطر نام خود، به خاطر نام عیسی مسیح، به راه های عدالت هدایت میکنه ما رو. یا اینو نگفتم، اینو فقط به خاطر نام خود گفتم. به خاطر نام تو عیسی مسیح، یعنی خدا به خاطر نام خودش ما رو هدایت میکنه. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهند داد. پس تو باید در این سایه موت عبور کنی و اونجا خدا اونجاست و تو رو تسلی میده، بنا میتونه آماده میکنه. برای چی؟ برای این سفره‌ای که برای تو من در حضور دشمنات گسترانم، سر تو رو با روغن تطهین میکنم و کاسه تو رو لبریز میکنم. این چیزایی هست، خدا منتظر ماست. و این آیه رو هفته به هفته میخونیم، آمین میگیم، فقط باور نمیکنیم. پس ما باید زمانی که وارد این، به خاطر نام او وارد این وادی تاریک میشیم، نگاه کنیم به این میزی که اونجا خدا آماده کرده. پس زمانی که هنوز تو مشکل نیفتادی، خدا میز رو جلوی دشمنانت آماده کرده. به اون نگاه کن، به این خاطر پرستش میکنی. تو نگاه نمی کنی الان چرا، بلکه نگاه میکنی مرسی که این میز عالی برای من آماده کردی، من رو تطهین کرد، یعنی تو من رو مسخ خواهی کرد، من رو بزرگ خواهی کرد، من رو رشد روحانی خواهی داد. و همینطورم خداوند در این قسمت میگه که و کاسه منو
لبریز خواهی کرد. و بعد از این میگه که من برمی گردم به خانه خدا تا ابدالآباد. این چیزهایی هست، این زندگی روحانی ماست عزیزان. به این خاطر مهم اینه که هدف خدا اینه که ایمان ما رو قوی کنه که واقعا بتونیم در این مشکلای این دنیا که خداوند هیچ موقع ور نخواهد داشت. ما در یک دنیای صعود کرده زندگی میکنیم، مشکلایی هست، فشارایی هست، زلزله هایی هست، طوفانایی هست، همه چی هست. خدا نگفته که همه چی رو مثل توی چوب پنبه میذارم توی کنار، نه. همه ما، حتی افرادی بودن که مردن، افرادی بودن که اتفاقاتی افته کشته شدن، فقط این افراد زمانی که با این ایمان، با این چیز زندگی میکردن، مطمئن هستن که در همون لحظه که اتفاق میفته چشماشون جلوی خداوند باز خواهند کرد، تاج جلالم منتظر ایشانه. با این دید باید زندگی کنیم که از هیچ چیزی نترسیم، از هیچ طوفانی، از هیچ مشکلی نترسیم، چون باور کنیم که خدا پشت همه چی هست. آمین. خوب میشه الان دعا کنیم و اگر ترسایی در تو هست، ترس از مشکل، من میدونم بعضی وقت هست که ما از این دنیا صعود کرده تازه نجات پیدا کردیم، ما میخوایم الان استراحت کنیم دیگه، دوست نداریم دیگه تو مشکلات قرار بگیریم، و خداوند زمانهایی هم میده که واقعا لذت ببریم. پس خوب میشه الان اول نگاه کن قلب تو کجا گذاشتی؟ آیا واقعا دنبال این هستی که این نجاتی که خداوند به تو هدیه داده و تو به پادشاهی خدا اونجا متولد شدی، آیا واقعا هدف تو اینه که واقعا میخوایی شاگرد بشی، میخوایی واقعا رشد کنی، واقعا میخوایی فکر تو گذاشتی که من میخوام خدای که منو نجات داده بشناسم، من میخوام رشد کنم، من میخوام شبیه او بشم، آیا واقعا دنبال این هستی؟ یا با یک پا در این کلیسا، منظور اینه که پادشاهی خدا هستی، یک پا در دنیا هستی، هنوز دوست داری دنیا رو؟ منظوری نیست که رقصیدن و نمیدونم شاد باشن گناهه، فقط قلب تو کجاست؟ از چه چیزی تغذیه میشی؟ مگه این چیزایی هست در تو احساس میکنی هی کشیده میشی، دوست داری دنیا رو، دوست داری دوباره این زندگی گذشته تو؟ فقط میتونی دعا بکنی به خداوند کمکم کن واقعا آزاد بشم، احتیاج به کمک تو دارم، هنوز قلبم بستم، لذت های دنیا رو دوست دارم و میخوام به کمک تو، تو ما رو برگردونی، من میخوام ملاقات با تو داشته باشم. اینو دعا رو خودت رو بکن، ملاقات با تو داشته، من نمیخوام، من میخوام داوطلبانه، نه به خاطر اینکه کلام میگه، بلکه خودم میخوام بگم نمیخوام دیگه، من میخوام فقط و فقط تو رو پیروی کنم، میخوام فقط در تو رشد کنم. و افرادی هم که الان اینجا هستن که شاید توی سختی ها قرار گرفتی و نمیفهمی، پرسیدی جواب نشنیدی، الان خوب میشه در این قسمت تسلیم بشی، این تمام چراهای خودت رو ببر روی صلیب، که اونجا همه چی تکمیل شده، اونجا خدا سرنوشت تو اونجا نوشته، تسلیم او باش، نجنگ با این موقعیتی که هستی، بلکه قبول کن به شرطی که تو گناه نیستی. و خداوند من امروزم به تو میگه که نترس، نترس چیزایی که سوی تو خواهد آمد، بلکه بدون که هر چیزی که هست من پشتش هستم، این دوران رو من گذروندم، در همه موقعیت هر جا من تو رو تسلی میدم، بنا میکنم و
بدون که درد هایی که میکشی یه هدفی داره. باور کن و نترس. هللویا خداوند، مرسی خداوند. یه لحظه همین تو دعای خودت رو بکن. که قسمت هایی هست که تو وابسته هستی، وابسته به یه شخصی هستی، وابسته به یه چیزایی هستی، الان میتونی بگی خدا من کمکم کن، کمک کن که واقعا از این چیزا آزاد بشم، چیزایی که دلم بستم. مرسی خداوند. عیسی جان مرسی که امروز هم که با ما صحبت کردی، و الان آرزوی من اینه که خداوند الان من فکر میکنم همینطور اراده تو اینه که خداوند این کلمه رو توری در قلبای همه ما کاشته باشی خداوند، و در زمان سختی ها روح القدس تو به یادمون بیاری که بدون به جای غر زدن شکایت کردن طبق کلامت بگی که واقعا وحش کنی، میگیم خدا در کاره، خدا منو جدی گرفته، پس خدا یه هدفی داره، یک میزی پر از برکت منتظر منه. خدا من دعا میکنم اینو منتقل کنی در قلبشان، در قلب همه ما خداوند، که بهترین زیباترین شهادتیه که در تنگی ها در فشارها تو رو پرستش کنیم. جلال رو به تو میدیم خداوند، و مرسی که دعای ما رو شنیدی و عمل خواهی کرد، چون ما در نام تو عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین و آمین.